در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها که از سوی سازمان شفافیت بین الملل منتشر شده، افغانستان تحت کنترل طالبان با افت 12 پله نسبت به سال 2022 در جایگاه 162 قرار گرفته است. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده است که در سال 2023 افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد اداری 12 پله سقوط کرده است. بر اساس گزارش این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد، در سال 2023 افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد از 100 نمره 20 نمره کسب کرده است. در سال قبلی این کشور نمره 24 کسب کرده بود. افغانستان در تازه ترین شاخص جهانی مبارزه با فساد در بین 180 کشور در رتبه 162 قرار دارد، در حالی که در شاخص قبلی افغانستان در جایگاه 150 قرار داشت. در رتبه بندی جدید مبارزه با فساد، افغانستان بالاتر از کشورهایی همچون لیبی، ترکمنستان، کره شمالی، یمن و سوریه قرار دارد. دانمارک با 90 نمره در صدر این فهرست می باشد و فنلاند و نیوزلند و نروژ به ترتیب مقام های دوم، سوم و چهارم را در اختیار دارند. فرانسوا ویلریان، رئیس سازمان شفافیت بین الملل گفته است فساد تا زمانی که سیستم های قضایی نتوانند متخلفان را مجازات کنند و دولت ها را تحت کنترل خود نگه دارند به رشد خود ادامه خواهد داد. وی در ادامه افزود وقتی عدالت به کالای خریداری تبدیل می شود یا در آن مداخله سیاسی صورت می گیرد، این مردم هستند که آسیب می بینند. فرانسوا ویلریان همچنین تأکید کرده که رهبران باید به طور کامل استقلال نهادهایی را که از قانون حمایت و با فساد مبارزه می کنند تضمین نمایند، چرا که زمان پایان دادن به معافیت از مجازات برای فساد فرا رسیده است. این در حالی است که دولت طالبان بارها ادعا کرده که فساد اداری در افغانستان پس از به قدرت رسیدن آن به صفر نزدیک شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، در واکنش به این گزارش در پستی در ایکس نوشته است: افغانستان کشوری آری از فساد است. در محاسبه شفافیت جهانی هم افغانستان در درجه 162 قرار دارد که موقعیت خوبی است. گفتنی است که در این رده‌بندی امتیاز هر کشور از طریق نظرسنجی، مصاحبه و گردآوری نظرات بازرگانان و صاحبان صنایع و ارزیابی کارشناسان تهیه می‌شود. به گفته این سازمان، نظرات ارائه شده باید کمیت پذیر بوده و بر اساس روش شناسایی قابل اطمینان و معتبر محاسبه شده باشد. شفافیت بین الملل یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی مستقر در آلمان است که از سال 1993 فعالیت خود در سنجش میزان فساد در کشورهای مختلف را آغاز کرد و دو سال پس از آن به محاسبه شاخص فساد و رتبه بندی کشورها پرداخت که سالانه آن را منتشر می کند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای افضلی سلام، وقت شما بخیر. سلام دوستان، بخیر. در رابطه با گزارش سازمان شفافیت بین الملل در افغانستان تحت کنترل طالبان، لطفا نظر خودتون رو بیان بفرمایید. ارزم به حضور شما که در افغانستان اتفاق خاصی از نظر فساد اتفاق نیفتاده، یعنی در واقع بخشی از سیستم اداری که قبلا وجود داشت و در فساد رتبه های بسیار بدی رو داشتن، هنوز هم همونا در سیستم اداری هستند و گروه جدید، گروه طالبان هم که اومدن، اینا هم خب بخشی از همون جامعه و همون سیستم هستند و خصوصا این که می تواند بدتر از دوره جمهوریت باشد، از این جهت که هیچ قانونی وجود نداره و بسیاری از قوانین ملغا شدن و طالبان هم متشکل از گروه های مختلف هستند که اونها پایبند به احکام و برداشت های شرعی هستند و
هر کدوم اونها به جای پایبندی به قانون بر اساس استدلال شرعی که خودشان دارن عمل میکنن و این بیشتر از پیش به فساد دامن میزنند. بله جناب افضلی، دلیل ادعای طالبان که فساد در افغانستان تحت کنترل خود رو نزدیک به صفر اعلام میکند چیست؟ اونا فکر میکنن چون افراد مذهبی هستند و افراد مذهبی دست به فساد نمیزنند. این در حالی است که اتفاقا برعکس، این گروهی که پایبند به هیچ کدام از قوانین بشری و انسانی نیستند و تعهداتی در قبال جامعه ندارند، چطور میتوانند مانع فساد شوند؟ همونطور که الان عرض کردم خدمت شما، اینا متشکل از گروه های مختلفی هستند که اتفاقاً بین اینها رقابت های شدیدی وجود داره و هر گروه تلاش میکنه که سهم بیشتری رو بتونه از منابعی که میاد به دست بیاره و خصوصاً کمک های جامعه جهانی که هفته بار به طالبان ارسال میشه، اینها هیچ جایی ثبت و ضبط نمیشه و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. پارلمانی وجود نداره، نهادهای نظارتی وجود نداره، فقط این چند گروه هستن که در رقابت با هم اینا رو تقسیم میکنن بین هم دیگه و تلاش میکنن در مدارس دینی که میسازن توضیح بکنن. بله، چه راهکاری برای کاهش فساد در افغانستان حتی در صورت تداوم حضور طالبان در افغانستان وجود داره؟ در دوره قبل یا در جمهوریت هم این مسئله مطرح بود و قوانین متعددی هم ایجاد شد و دستگاه های نظارتی متعددی هم ایجاد شدند، اما متاسفانه بعد از مدتی اون دستگاه های نظارتی خودشان در رتبه فساد در جایگاه بالاتری قرار می گرفتند. به نظر می رسد به دلیل اینکه بخش عمده ای از این پول هایی که در بودجه دولت جمهوریت قرار می گرفت و الان هم به طالبان ارسال می شه نهادهای بین المللی هستند و این نهادهای بین المللی می توانند اون مصارف یا پولی را که ارسال می کنند در جایی که مصرف میشه خود اونها مصرف بکنند با نظارت خودشان، یعنی در واقع از دست دستگاه‌هایی که وجود داره خارج بکنند. و ثانیاً سیستم اداری که الان وجود داره مبتنی بر حضور افراد هست، باید این سیستم تبدیل به سیستم الکترونیک بشه که تمام فرایند اداری از طریق کارکرد الکترونیکی انجام بشه. قابل یادآوریه که این اقدامات در دوره جمهوریت در حال تکمیل شدن بود، اما با بازگشت طالبان همه این پروژه ها فعلا متوقف شد. بله، ممنونم. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا همراه ما بودند.